There is no God. The big question is أشهد أن محمدا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه و من والا. سلام و رحمت الله بر همه شما بینندگان عزیز. برنامه ناباوران میدونید که در مورد شبهاتی است که ملحدین به کار میبرند. نکته جالبی که در حرفای ملحدها دیده میشه اون این است که حرفشون هیچ پایه علمی نداره. صحبت از علم میکنه اما اصلا پایه علمی نداره. دروغ و فرضیه هایی که آیا بشه آیا نشه، مثل شیعه دقیقا کار میکنه. آقا حدیث دوات و قلم رو که تو شیعه مشهور دیگه، میگه پیامبر میخواست یه چیز بنویسه و اصحاب نذاشتن. خب حالا میخواست بنویسه و اصحاب نذاشتن، از کجا معلوم است که میخواست مال حضرت علی رو بنویسه؟ تئوری برای خودش میبافه. دقیقا ملحد هم همین کار میکنه، یه چیزی پیدا کنه فقط چون که ملحده میده و عرش میدوسوار که آقا لخت مادرزاد که یافتم. چی رو یافتی؟ یه دلیل علمی بیار. ببینید قرآن کتابی است که از زمین و زمان و آسمان و خیلی چیزا صحبت کرده. انجیل هم این کار کرده. انجیل سوتیاش در اومده. مثلا انجیل گفته مثلا تاریخ از مثلا 7000 سال پیش خلقت شروع شده، یه چیز شبیه به این داره که آبروش رفته، اما قرآن نداره. ملحد میاد از قرآن میگیره، از انجیل میگیره، قرآن میکوبه. آقا مثل که تو رو قطاری که در هند هستش، مردم در سقفش هم سوار میشه، از شیشه هاش هم آویزون میشه، اون رو مثال بیاری باز قطار ژاپن رو بکوبی یا قطار فرانسه رو بکوبی، بابا اون که داره 400 کیلومتر در ساعت راه میره، صندلیاش لوکسه، کسی نایستاده، همه نشستن، این بابا در سقفش هم هست، این کلکشونه دیگه. ولی یه چیزی که میتونم به شما بگم، دقیقا میتونم بهتون بگم، این است که اگر ملحد، یک ملحد که نه، اهل کتاب که نه، هندو، بودایی، هر کس که در کره زمینه، اگر یک اشتباه علمی از قرآن میگرفتن ما رو دیوونه میکردن. مثال فرض قرآن مینوشت که آقا زمین نمیگرده، اینا ما رو دیوونه میکردن، شب و روز دیگه میگفتن، یه دونه هم پیدا نکردن. اگه پیدا میکردن کو نشون بدن. خیال بافی میکنه و برای این خیال بافیش میره 14 میلیارد سال پیش. من چیکار کنم 14 میلیارد سال پیش که من نبودم؟ تو به من دقیق میگی که آقا در ساعت فلان فلان چیز اتفاق افتاد، چرت پرت میگی که اسمش هم گذاشتی علم. خیال بافی هم نیست، با خدا از خیال بافی هم نیست. این یه نکته. پس اگه اینا در ایرادی از قرآن پیدا میکردن خب به ما میگفتن، ولم نمیکردن، دیوانمون میکردن. برعکسش تو قرآن حقایقی از علم هست که بشر تازه کشفش کرده، اونا روش بر میگردن، اون بر نگاه میکنه. بابا نگاه کن اینم دیگه، نه میگه تصادفی بوده، همه چی تصادفیه دیگه، به نفع ما باشه هم تصادفیه، به ضرر ما باشه، به نفع خودشون هم باشه تصادفی دیگه، اون وقت خوبه. عرض به حضورتون که شما میدونید که بشر از قدیم الایام معتقد بود که زمین ثابته و خورشید دور زمین میگرده، چون ظاهرم همینو میدید. تا اینکه یک دانشمند لهستانی عکس اینو ثابت کرد، باز گالیله دیگه همونم ثابت کرد و جهان مجبور شد قبول کنه. انجیل، طرفداران انجیل آبروشون رفت. جالبه که تو بین مسلمان ها تا امروز هم مثلا کسایی هستن که این حرف رو قبول ندارن، حال میرسیم بهش. اما قرآن چی میگه؟ قرآن رو ببینید لطفا، بیارید که نگید از خودم این آیه رو ساختم. بیارید لطفا ببینید سوره نمل، سوره مورچه، که خودشون هم یک آیت هست، این مورچه هم یک آیت هست. مورچه که حرف میزنه، تو این سوره اومده که مورچه حرف میزنه و امروز ثابت شده که مورچه حرف میزنه. و تر الجبال جبال و تر الجبال تحسبها جامدتا و هی تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء
انه خبیر بما تفعلون. معنیش ببینید، کوها را میبینی و آنها را ساکن به بیارکت میپنداری، یعنی چه؟ که تحسبوها جامدتن. خب معلوم است که جامد است دیگه، کوها را میگه میبینی و خیال میکنی که اینا ایستادن. خب معلوم است که کوه ایستاده، در طول تاریخ به ما گفته بودن که کوه ایستاده. آقا میگه فلانی پایدار است مثل کوه. اینجا خداوند میفرماد که کوها را میبینی گمان میکنی که اینا ایستادن، اینا نایستادن. نگاه کن، در حالی که کوها، بیارید، در حالی که کوها مانند ابرها در سیر و حرکت هستند. چرا؟ در تفسیرش نوشته چون کوها بخشی از کره زمینن، کره زمینم به دور خورشید میگه خود و به دور خورشید میگرده و به کوها میگرده دیگه. تو خیال میکنی کوها ایستادن؟ کوها نایستادن، کوها در حال حرکتن، سرعتشون از سرعت هواپیما بیشتره، سرعتشون 18000 کیلومتر در ساعت سرعت دارن. ما شما صاحب میبینیم که ایستاده، خداوند میگه نایستاده. اینو خداوند ساخته. دنباله آیه ببینید، این ساختار خدایی است که همه چیز را محکم و استوار و مرتب و منظم آفرید. خداوندی که حساب و نظام در برنامه آفرینش اوست و مسلما وی از کارهایی که شما انجام میدهید بس آگاه هست و کردار رو بدون جزا نمیذاره. خب شما فکر کن که یک شتر تو خیابون حرکت کنه، شتر بی ترمز حرکت کنه، هیچ کس اون حرکت نده، این شتر آقا 500 نفر میزنه، کوه حرکت میکنه، اونم به این صورت دیوانوار، اونم مثل آدمای مست دور خودش هم میچرخه، همینطور جلو هم میره، جلو نمیره، بالا پای میپره، زمین بالا پای میپره. قرآن گفته اینو. جالب، بشر یک زمانی که فهمید، خنددار اینه، بشر یک زمانی فهمید که آقا خورشید ثابت، زمین دورش میگرده، اما خورشید در حقیقت ثابت هم نیست. ما که کوچیک بودیم هنوز این علم نبود، میگفتن سیارات و ثوابت، خورشید ثابته، سیارات زمین و مریخه، در حالی که خورشید هم ثابت نیست، خورشید هم میگرده. قرآن اینم گفته. نگاه کنید، بیارید لطفا. و هو الذی خلق اللیل و النهار، او کسی است که خلق کرد شب و روز رو، و شمس و القمر، و شم خورشید ما رو هم خلق کرد. کل فی فلک یسبحون، شناور هستن، شناور در یک مداری میگردن. این ترجمه رو دقیق هم نکرده ولی بازم، و همه در مداری میگردن، در حالی که میگه همه در مداری شناورن. واقعا زمین در هوا مثل که ما در آب هستیم شناوره. خب اینه چرا خورشید گفته، خورشید گفت میگرده، باز فلک گفته در مدار، در یک مداری میگرده، علکی هم نمیگرده. به جالبه بدونید که خورشیدم روی حسابی داره حرکت میکنه. خب زما هم در یک مداری حرکت میکنه، مدار داره دیگه، اینطور نیست که از مثلا از خیابون مثلا دکتر شریعتی میره بالا، از خیابون ولیعصر میاد پایین تو تهران، مثال، حساب میگرده، همینطور میگرده. اینم قرآن گفته، در حالی که یه وقتی بشر فکر میکرد چون زمین میگرده پس خورشید ثابته، در حالی که خورشید هم میگرده. مثل این ما صدها داریم، همین بالا رو ببین، همین سوره بالاشو ببین، یکم بالاترش ببین، بیارین، بیارید همین سوره، هو الذی خلق اللیل و النهار، این کدوم سوره است؟ سوره انبیا است. خب نگاه کن دیگه چی میفرماد. خب نگاه کنید، و جعلنا السماء سقفا محفوظا، آسمان رو ما به صورت سقف محفوظی آفریدیم، قرارش دادیم. سقف چیکار میکنه آقا؟ جلوی گرما رو میگیره که از بیرون بیاد، و مثلا سرمای اتاق اگه کولر باشه نمیذاره بیرون بره. اگه به اصطلاح سقف دیگه محفوظه. خب آسمان رو، آسمانی که ما تو آسمان میبینیم، بینندگان، یا آسمانی که ما شما میبینیم، این که دیده نمیشه، که آبی که نیست، ما میبینیم اما آبی نیست، یه چیز دیگه است، چیزی که ما میبینیم نیست، ولیکن چیزی که ما میدونیم این یک سقفه. اگه این نباشه هیچی نیست، مثل که خونه که سقف نداشته باشه، نه گرما داره، نه سرما داره، نه جلوی بارون میگیره، نه جلوی برف میگیره، نه جلوی سنگ میگیره، نه جلوی صدا میگیره. این سقف محفوظ شده، چیزایی که داخل زمین به درد میخوره مثل اکسیژن نمیذاره بره بیرون، چیزایی بد از بالا ماورای بنفش نمیذاره بیاد تو، سنگ آسمانی رو نمیذاره، گرمای داخل زمین رو نمیذاره بره، گرمای بیرون نمیذاره بیاد تو. سقف محفوظه. اینو کی میفهمی سقف محفوظه؟ بس تازه بعدش میفرماد که اون از آیات ما غافل هستن. ترجمه رو نگاه کنید، و ما آسمان را
سقف محفوظی نمودیم و ولی آنان ان نشانهای موجود در آن روی گردانند. بله، خب حالا این حرفا رو شنیدید، حالا بریم حرفای ملحد بشنویم بعد از این مقدمه. برگردیم تا فرمان که من برابال همیشگی حرفای ملحد بیارم که ببین فقط حرفه، مثل شیعه که برای خودش امام درست کرده، حضرت علی از پیغمبرها بالاتر کرده، اینم برای خودش یه چیزایی درست کرده، انتخاب طبیعی. ببینیم انتخاب طبیعی چیه. یک امامش انتخاب طبیعیه، گوش بدید. خود خواهیت حیات برای همه جانداران مهیا نیست. حیوانات رو نگاه کنید، یکی برای بقای خودش نیاز به گیاه داره و گیاه همیشه و در همه جا راحت پیدا نمیشه. حیوان دیگه برای بقای خودش باید یه حیوان دیگر رو شکار کنه. گریز و شکار برای زنده ماندن راز بقاست. زندگی سخته. بیشتر حیوان‌ها پیش از اون که بزرگ بشن و تولید مثل کنند از بین میرن. حمله حیوانات دیگه و کمبود غذا باعث مرگ حیوانا میشه و تنها تعداد کمی شانس زنده موندن رو دارن. در این میان جهش ژنی خصوصی امام سومشون جهش سنی است. امام جهش ژنی است. امام اولشون انتخاب طبیعی است. امام دومشون تکامل. اسمه همش اسمه. دلیل چیه؟ هیچ. گوش بدیم. خوب و بد رو در حیوانات ایجاد میکنه. خوب و بد از نظر شانس زنده موندن در این زندگی سخت. مثلا تعداد کمی از گورخرها در اثر جهش ژنی کمی تیزبین تر میشن که بهشون کمک میکنه. آخه این حرفا رو به کدوم دلیل میزنی؟ به کدوم دلیل میزنی؟ تر متوجه خطر بشن. یا برخی از گورخرها بر اثر جهش ژنی قدری سریع تر میدون که باعث میشه اونها شانس بیشتری برای زنده موندن داشته باشن و فرصتی برای بچه دار شدن. به این ترتیب ژن خوب خودشون رو به نسل بعد هم میدن. پس از چند نسل تمام گورخرهایی که بینایی قوی نداشتند و یا سرعت فرارشون زیاد نبوده به تدریج کشته میشن و نسلی از گورخرهایی با خصوصیاتی بهتر جای اونها رو میگیرن. آقا چرت پرت میگی، داری چرت پرت میگی. اولا که ببین در کره زمین همه جور حیوان هست، یعنی نمیخوره. کرمم هست آقا، یک والم هست، مثال وال آبی، نهنگ آبی که در روی زبونش 70 تا انسان وامیسته. یعنی اگه زبونش در بیاره 70 انسان میتونه روی زبونش بیسته. تو همین کره زمین از دایناسورها بزرگتره. خب اونم هست. اگر با زور باشه خب باید اون دریاها رو همه مال اون باشه. همین وال آبی باید کل آب فکر کن 70 تا انسان روی زبونش جا میشه. هر چی باید بخوره. این حرفا چیه؟ کرم باید اصلا نباشه مثلا. لاک‌پشت باید نباشه اگه یوز پلنگ است یا به قول تو گورخر است. بس خنده داره، میگه ژن نمیدونم ژن انتخاب ژنی شده و انتخاب طبیعی شده و جهش ژنی کرده. میگم امام اول دوم سومشونه اینا، اگه به دید کاری که شیعه میکنه از اینا رو ببینی. خب خیلی خوب، قبول میکنیم، برو قبول میکن. آقا گورخر تونتر دویده که گرگ نخوره، چی پلنگ نخوردش. خب پلنگ هم حالا مجبوره که برای که گورخر بخوره تونتر بدوه، باید دیگه سرعت نور تا حالا پیدا میشد. هی گورخر تا ژنش بالا میپره، سرعتی زیاد میشه، گورخر یوز پلنگ هم باید سرعتی زیاد بشه و سال به سال باید اینا اگه امسال 80 کیلومتر در ساعت میدویده باید سال بعد 100 کیلومتر بده و سال بعد به سرعت نور بده. این مسخره بازی ها چیز. خب یوز پلنگ هم باید همینطور بشه دیگه، بالاخره اونم باید اینو بخوره. علکی برای خودش داستان میوا بگه، نمیدونم چشمش تیزتر دیده و تندتر دویده و به دلیلش چیه آخر؟ تو دلیلش از میشه ثابت کردین و حالا بفرض اینو میتونی ثابت کنی، مثلا استخونای گورخر پیدا کنی، میتونی ثابت کنی که این تونتر میدوید؟ علکی از خودش داستان میسازه فقط به خاطر که خداپرستی رو رد کنه. علم اصلا نیست، اصلا نیست. گوش بدید. یعنی با گذشت زمان خصوصیات این حیوان بهتر و مفیدتر برای بقای خودش شده. او میبینید که نیاز به هیچ ناظر هوشمندی نیست. خود این مراحل کاملا طبیعی بودن. خودش یعنی مثلا ماشینه مثلا بی ام وی سرعت گرفته، دیده که نمیدونم، برگردیم تا فرمان، دیده که بی ام وی سرعت گرفته، مثلا کادیلاک از اون بیشتر سرعت گرفته، این مسخره بازی. میگه باز میگه هیچ نیازی نیست به طبیعی، هیچ کس نیست. این حرف آقا من چطور باور کنم این چیزی که هیچ
نیازی نبوده که به اصطلاح و باز یک انسانی داریم مثل کرم مثل لاک‌پشت ترکت میکنه، یک موجودی داریم. اونو چی میگی دیگه؟ خداوند هر موجودی رو ساخته در کره زمین به روی یک حساب کتابی. بله. و طبیعت بدون هوش خصوصیت مفید رو شناسایی و او رو حفظ کرده. و همین جمله احمقانه نیست. بدون هوش شناسایی کرده. بدون هوش که شناسایی نمیشه. همین جملهش احمقانه است. شما نگاه کنید. اگه جملهش هم گوش بدی از قبل تو ملحد نباشی میگه آقا این دیوونه است اصلا. میگه این دیوونه است. گوش بده. این مراحل کاملا طبیعی بودن و طبیعت بدون هوش خصوصیت مفید رو شناسایی و او رو حفظ کرده. بدون هوش بچه اومده به طلا رو گرفته نقره رو مثلا انداخته. نمیشه یه چیزی بگو که در مغز انسان بگنجه. اینطوری باشه دیگه هر چیز منم میتونم بگم. به این پدیده انتخاب طبیعی میگی؟ اینه امام سوم چهارم میشونه. چون شرایط محیط برای بقای همه گورخرها مهیا نیست، طبیعت گورخرهایی رو زنده نگه میداره که از نسل جهش‌های ژنی خوب. اگه اینجوره باید که شیرها رو از بین ببره دیگه. چون که این که جهش میکنه باید سرعتی زیاد میشه، با شیر اصلا نتونه اینو بخوره، باز چطور میخوردش؟ هستند. او مشابه همین انتخاب طبیعی همکنون بر روی انسان هم داره صورت میگیره. میدونید که داروهای بیماری ایدز گرون قیمته و این بیماری از سیاه پوستان فقیر آفریقا هر روز قربانی میگیره. در این میان تعداد اندکی از سیاه پوستان بر اثر جهش ژنی نسبت به این بیماری مقاوم هستند. اونها شانس بیشتری برای زنده موندن و بچه دار شدن دارن. برای همین اگه پیشرفت خاصی در نحوه درمان ایدز پیش نیاد، بعد از چندین نسل سیاهان آفریقا نسبت به بیماری ایدز مقاوم خواهند بود، یعنی خصوصیتی بهتر و مفیدتر برای بقای خودشون خواهند داشت. او در کلیپ های بعدی خب الان اینجا یک چیز به قول خودش علمی گفت. این ثابت شده خواهد شد، یا میره در گذشته یا میره در آینده. همه ما میدونیم که ایدز فعلا سیاه و سفید نمیشناسه، بلکه سیاه بیشتر کشته به خاطر اینکه به اصطلاح امکانات دکتری ندارن. اما اینکه اگه بدن انسان رو که خدا ساخته، ما و شما رو، اگر مثال شما برو مثلا در هند که آبش مثلا فرض کنیم آلوده است، خب یه مدت که اون آب بخوری بهش عادت میکنیم، بدنت میتونه اون رو بسازه دیگه. این سفید و سیاه نداره. این که سفید هم گرفته ایدز رو که بدنش بالاخره تونسته یه جوری باش کنار بیاد با بعضیا. اگر اینه ثابت میکردم حرفش درست بود. هیچ چی رو نمیتونه ثابت کنه. یعنی بیاد آقا یه مقاله علمی بیاره که این ثابت شده که این سیاهه سرش تاثیر نمیکنه، نه چیزی نیست. اگر سر سیاه مثلا ایدز تاثیر نشه، چون ایدز یک عذاب الهی از نظر ما، از عذاب الهی میکروبش. شما میدونید میکروبا رو بشر چیکار میکنه؟ دواش پیدا میکنه، آزمایش میکنه توی چیز، توی آزمایشگاه. میگه آقا این میکروب، این مثلا دارو رو سرش به کار ببریم، این ضعیف میشه، بیحال میشه. مشکل بیماری ایدز این است که میکروب از انسان به انسان دیگه فرق داره. یعنی باید برای هر انسان یک دوایی پیدا کنن. علتی که تا حالا نتونستن کشفش کنن. البته رادیو اسرائیل سه بار کشف کرده، ولی خب ما ندیدیم دیگه. خب میگه زنا کنید. این یک عذاب الهی است از نظر من. این یک عذاب الهی است. تا بیشتر از قوم لوط گرفته، تا حالا 200 میلیون نفر کشته. خب بشر دیگه آدم نمیشه. و این عذاب هم سر کی میاد؟ سر کسی که زنا میکنه. خب چرا سر ما نمیاد؟ چطور این میکروب است که فقط رفته توی حالت تناسلی زن و مرد؟ ما میگیم این عذاب خداست. میگه که سر قوم لوط آورده، سر شما هم آورده. قوم لوط 3 تا ده بودن از بین رفت، شما رو 200 میلیون از بین برد. شوخی نداره که. پس دیدید که حرف از خودش زد. ببینید اینها، باید برای شما بگم که الان مثلا ما وقتی ما جوان بودیم مردم با این کمونیست‌ها بحث می‌کردیم، اونا ملحد بودن دیگه. آقا یه چیزی میگفتن، من اینو براتون بیارم. اینو بذار براتون بیارم. آقا جون چی میگی تو؟ میگه آقا کمونیست دنیا رو میگیره. بابا نمیگیره. چرا؟ میگه علمی برای ثابت میکنم. جبر تاریخه. جبر تاریخ چی آقا؟ برای دیگه از علم سینا علمی آورد.
نظریه می آورد، نمیدونم تئوری می آورد، تاریخ می آورد. من خودم درس جامعه شناسی خوندم، باور کنید. خدا رحمت کنه یکی از استادای ما هم همین آقای فروهر بود که دولت کشته در دانشگاه ملی، حالا شده دانشگاه پیشتی. باز این خود اون درس ما یه دفعه به استاد گفتیم، حالا یادم نمیاد من گفتم یا کسی دیگه گفت، یا خود استاد گفت دیگه یادم نمیاد، سالهای سال گذشته ازش. میگم آقا نمیدونم در مورد جامعه این عالم اینو میگه، این عالم اینو میگه، این عالم اینو میگه در مورد یک موضوع. ما گفتیم استاد آب هر دانشمندی میگه در 100 درجه به جوش میاد، شما الان این موضوع علمی که میگی پس این علم نیست که اسمیت یه چیز میگه، کارل ماکس یه چیز میگه، فلانک فلانک یه چیز دیگه میگه، هگل یه چیز دیگه میگه، اینا علم پس نشد. هر کی از بخار معده خودش حرف میزنه. یه استاد سعی کرد دفاع کنه که نه یه چیزایی ثابت شده است. گفتیم به هر حال چرا سه نظریه وجود داره؟ موضوع یه چیزه، جبر تاریخ اینا علم کرده بودن. یادم میاد تو این پارکا با این کمونیستا بحث میکردیم، آقا هر کی میگه جبر تاریخ کمونیست تمام دنیا رو میگیره، حالا کمونیست اصلا از بین رفت. این ببینید نگاه کنید، بیارید نظریه تاریخ مارکس. این آقا معتقد بود مثلا نظریه مارکس این است که جامعه بشری چطور خواهد شد. بیا اینجا ببینیم، ایشون میگفته که آقا یه خلاصه‌اش پیدا کنیم. مراحل تاریخ، کارل مارکس در این نظریه تاریخ بشر رو به 4 دوره کمون اولیه، بردهداری، فئودالیسم. کمون اولیه یعنی هم اشتراکی بوده، باز بردهداری شده، باز فئودالیسم شده، باز سرمایه‌داری شده که مثلا آمریکا بوده. میگه بعد از این میاد چی میرسه؟ جبر تاریخ است که میشه چی میشه کمونیست دیگه. توضیح هم میده ها، توضیح هم میده ابزار تولید و انقلاب صنعتی و همین چیزایی که علی میگه انتخاب طبیعی و چرت و پرتا بورژوا و پرولتاریا و از این حرفا. آخرش میرسه به این که آقا جامعه سوسیالیستی میشه تمام بشر. این میگه دیگه از این دیگه از این بعد میگه هیچ مرحله ای نیست از سوسیالیستی. آقا چی میگی تو اینو؟ میگه ما جبر تاریخ اینو ثابت کرده، داره علمن ثابت شده که اول نمیدونم کمون اولیه بوده، مردم تو قارا با هم زندگی میکردن. مثل همین این میگه، باز میگه بردهداری کردن، بعضی برده دیگر گرفتن، باز سرمایه‌داری شد و باز نمیدونم فئودالیسم شد. از این حرفا آخر امروز ما میبینیم که کمونیستی نیست. حالا بابا نیست دیگه، کی حالا میتونه بهش بگه که یا بهش بگم از رو که نمیره. همه به ما میگفتی آقا یک 90 سال دنیا رو فتنه دوچار کردید، علم میکردید، جبر تاریختون کجا رفت؟ حالا آمریکایی این کارو میکنه، اونا هم یک تئوری دارن به عنوان پایان تاریخ. پایان تاریخ میگن، میگه آقا همین سرمایه‌داری آخر تاریخه، بعد از این دیگه مرحله ای نمیاد. اینا همش حرفه، حرف باید با علم باشه. آینده رو تو دیدی که نمیاد؟ از گذشته که میگه آیا 100% مطمئن هستی؟ آقا جان بارها اینو گفتم، بارها خواهم گفت. بهش میگی که حرف 1400 سال پیش، میگه آقا این حرف قدیمی‌ها رو بذار کنار. خیلی خب میذاریم کنار، تو چرا حرف 100 میلیارد سال پیش میزنی؟ 10 میلیارد سال پیش میزنی؟ 10 میلیارد سال پیش چطور قدیمی نشد؟ 1000 سال پیش قدیمی شد؟ این همون چیزی است که قرآن گفته که ملحد فقط میدوه تا به جهنم بره، هیچ دیگه چیز دیگه نیست. خب یکی دیگه هم ببینیم، تا فرمای میان برنامه بده، باز ما صحبت دیگه ای از اینا رو بشنویم.
حالا بریم یکی دیگه از امام های ملحدین ببینیم، یک امام خیالیشون رو و چرندیاتی رو که میگه به نام علم با هم بشنویم. لطفا بیاریم. 150 سال پیش پروفسور چارلز داروین با بیان نظریه تکامل پایه‌های جهل مردم را نظریه یعنی چی؟ یعنی یه نظری داد، هر کس میتونه نظر بده، بر هم فرو ریخت. سلام، من خدا هستم، خدا. بله، یکی از خدایانی که بشر ساخته و اسلام باش مخالفه. بله، در کتب معارف می نویسن که تئوری داروین تنها در حد یک تئوری است و قابل اثبات نیست. اونا دارن دروغ میگن. ثابت کن که دارن دروغ میگن، اثبات کن تئوری داروین، اثبات کن. چطور اثبات میکنی؟ برای پنهان کردن اشتباهات اعتقاداتشون میخوان واقعیت رو نادیده بگیرن. در روش علمی اول حقیقت رو نگاه میکنن، مثل افتادن یک سیب. درسته. یا شباهت جانداران به همدیگه. درسته. اینها حقیقت هستند. بعد نظریه میدن که میتونه علت این حقیقت رو بیان کنه. خب میتونه علتش بیان کنه، مثلا این سیب میفته، ممکنه نظریه من بدم که آقا این سیب به خاطر این میفته که درونش مثلا 4 تا کرم از داره چی میکنه، داره رانندگی میکنه، مثال. بعد بر اساس اون نظریه دانشمندان دیگه آزمایش هایی آفرین، خدا پدرت اگه مسلمان بوده بیامرزه. خب حالا آزمایش تو بکن دیگه، سیب میگه آقا افتاد، 100 بارم بندازی میفته، حساب کتاب داره، سنگین‌تر بندازی میفته. تو این تئوری داروین رو بر من آزمایش کن، اگه مرد هستی یه جا آزمایش کن، اصلا قابل آزمایش نیست که. تو میگی میلیاردها سال پیش بوده، یکی از امامای اینام میلیاردها سال پیشه. حالا گوش بدید. مکرر انجام میدن. اگه آزمایش ها نظریه علمی رو تایید کردند، به اون نظریه تئوری گفته میشه. خودش داره چی میگه؟ تئوری همون نظریه است بدبخت. اینقدر نمیفهمه. نگاه کنید، خودش داره میگه اگر مکرر آزمایش شد اون قابل ثابته، اثبات شد، اون وقت علم میشه. باید بگه علم میشه دیگه، تئوری نمیشه، علم میشه. تئوری که همون نظریه است. اینقدر نمیفهمه. خب علم شد، تو بیا بفرما این علم رو به ما آزمایش کن. همین حرفی که زدی، یک میمون بیار، یک گاو بیار تبدیل به میمون کن، یک میمون تبدیل به انسان کن. همین فقط میمون رو برمی‌داری انسان می‌کنی؟ آقا جان، مگر موش، چرا در آزمایشگاه سر موش اینا آزمایش میکنن بشر؟ برای اینکه ما اونا شبیه هستیم، با موشا ما شبیهات داریم. هر دارویی که میخوان به انسان بدن اول سر موش آزمایش میکنن، سر میمون آزمایش نمیکنن. خب پس ما از موش به وجود اومدیم؟ این وسط اون 4 تا حیوانای دیگه از کجا اومدن؟ الکی از خود حرف زدن کاری نداره. گوش بدید. تئوری علمی مثل تئوری جاذبه نیوتن یا تئوری تکامل داروین، اینها اثبات شده هستند. تئوری جاذبه اثبات شده، اما تئوری آقای داروین اثبات نشده. اون علم شده دیگه، تئوری نیست. مال داروین دیگه علم شده. داروین 3 تا نظریه داره که هر 3 تا نظریه اینم یک منافقتی داره، اینا انجام میده. داروین نشونده کران به اصطلاح گاگالیه یا اون یکی بود الان نشون دادیم اسمش چی بود؟ بذار باد شده هستند. داروین 3 تا نظریه داره. اجازه علمی مثل تئوری جاذبه نیوتن. خب نیوتن بله. اون ثابت شده، در اون کسی نمیتونه حرف بزنه. ولی از چجوری ثابت کردی؟ نظریه داره که هر 3 تا نظریه با تحقیقات و آزمایش های علمی ثابت شدن. نظریه شو ببینم چطوری ثابت کردی. دروغ داره میگه، نه؟ دروغ داره میگه، به ما رو متهم میکنه به دروغ. انجیل عمر زمین رو حدود 5000 سال و عمر حیات انسان رو حدود 4000 سال اعلام کرده. و داروین در اولین نظریه خودش ادعا کرد که عمر حیات بر روی زمین بسیار قدیمی است. خیلی خوب، ببینید اینجا چه منافقتی است. گفته انجیل گفته عمر زمین 5000 ساله، عمر انسان 4000 ساله. و داروین گفته نه خیلی قدیمی تره. خب این انجیل رد کرده. آقا من الان میگم که به اصطلاح رضا شاه پادشاه مثال پاکستان بوده. خب یکی بیاد بگه نه پادشاه پاکستان نبوده، پادشاه ایران بوده. خب این درسته که اون حرف غلط بوده،
اما این میگه که آقا این 4000 سال نبوده، 5000 سال بوده. من الان میگم آقا در جیب من مثلا 5000 هست، تو ثابت میکنی 10000 است، اما این دروغ بودن من میگه. این الان انجیل رو رد کرد، همون داستانی که به شما میگم که بابا میخواد قطار رو بد بگه، ترن رو بد بگه، مثال از ترن هند میاره، ترن فرانسه رو میکوبه. چند بار بهتون گفتم اینو؟ خب این ترن فرانسه که مثل ترن هند نیست. انجیل، انجیل خب گفته گفته دیگه، ما که میگیم انجیل تعریف شده، اگه گفته باشه تعریف شده، بله گفته جای در انجیل این حرفا هست، اما ما شما میدونیم که انجیل کتاب خدا نیست. از قرآن چرا نمیاری؟ انجیل میاره قرآن میکوبه. تو از قرآن بیار که گفته باشه مثلا بشر در این مدت، زمین در این مدت درست شد، داره که خداوند میفرما زمین در 6 دوره درست کردیم و دوره هم 1000 سال هم گفته، 50000 سال هم گفته، بالاتر هم میشه بره. خدا نگفته که، گفته زمین رو در 6 دوره درست کردیم، زمین و آسمان ها رو. نگفته که در 4000 سال درست کردیم. و گفته در سال پیش خداوند مثلا 50000 ساله، مثال دارم میگم. دوره دیگه چقدر باشه؟ نگفته در یه سال درست کردیم، در یه دوره میگه درست کردیم. خب حالا گوش بدین. اوف، اون زمان دقیقی اعلام نکرده، فقط خواست بگه سخن انجیل بی پایه و اساسه. خب سخن انجیل که بی پایه باشه دلیل نمیشه که اون عالم باشه. سخن انجیل رد کرد، خودش چی داره؟ امروز معلوم شده که عمر زمین حدود 4,700,000,000 ساله. خب. عمر حیات بیش از 3,000,000,000 سال قدمت داره. مشکلش چی که داشته باشه؟ نظریه دوم داروین. سب کن. خب انجیل رد کردی دیگه. خب انجیل رد ده. از پیش ما هم رد بود. تموم شد رفت. تکامل بود. اینکه میلیون ها نوع جاندار همگی از یک یا چند ارگانیسم ساده در اثر تکامل تدریجی به وجود اومدن. درستی این نظریه هم ثابت شد. چجوری ثابت شد؟ فسیل های بقایای جانداران نشون میدن که در گذشته های دور تنها اشکال ساده ای از حیات وجود داشتند. یعنی 3.5 میلیارد سال پیش تنها بافت های بنیادی حیات بود. 2 میلیارد سال پیش سلول های تک هسته ای زندگی میکردن. شما دیدین تک هسته ای رو؟ تک هسته خود رفت، از بین رفت دیگه. 1 میلیارد سال پیش حیات به حدی پیچیده شده که جاندارانی با سر و اندام به وجود. ببینید حالا ما بهشون که بگیم آقا 4000 سال پیش مثلا حضرت موسی عصاش زد دریا دونست شد، میگه آقا حرفای تاریخی دروغ بر ما نگو. خود چند میلیارد سال رفت، 5 میلیارد سال پیش تک یاخته ای رو دیده، نیل رو ندیده، تک یاخته ای رو دیده، تک سلولی رو دیده و ثابت هم کرده. حالا به فرض که در اون موقع تکیاخته ای بود، دلیل نمیشه که انسان از او درست شده باشه. همه اینا احتیاج به اثبات داره. به شما عرض کردم ما الان موش رو دیدیم که با انسان شباهت کامل داره، دلیل نمیشه که انسان از موش ساخته شده باشه. یعنی بین موش و انسان اونقدر که شباهت هست، بین میمون انسان هم نیست، بین سگ و انسان هم نیست. این که نمیشه که تو ما بگی آقا چون مثال فلان جا یک سنگ مثلا 1 کیلویی بوده، بعد سنگ 2 کیلویی شده، بعد 3 کیلویی شده، بعد این 1 کیلویی تبدیل به 2 کیلویی شده. چرا؟ میتونه این تبدیل نشده باشه. نگو اثبات شده. بگو من یه چیزی دیدم، یه چیز خیال کردم. اثبات چجوری شده؟ دروغ شما ببینید. و جالبه که این حرفی که ملحد ایرانی میزنه رو ملحد خارجی نمیزنه، ملحد غربی نمیزنه. نمیگه اثبات شده. اینقدر دیگه عقل داره که نگه اثبات شده. اما اینا دیگه حیا رو کنار گذاشتن. تئوری داروین میگه اثبات شده. چطوری اثبات شده؟ بله. و در 400,000 سال پیش. دیگه من گفتم که یک امام اینا هم 400,000 سال پیش. خدایا 5 میلیارد سال پیش. حرفی از 5 میلیارد سال پیش میشه زد، اما حرفی از 1000 سال پیش نمیشه زد. انسان بر روی زمین زندگی میکرده. با کو تاریخش؟ اگه انسان بوده پس چرا ما 7000 سال فقط تاریخ داریم؟ اگه انسان بوده پس انسان نبوده، حیوان بوده حتما. و نظریه سوم داروین جواب ندادی. اگر انسان این همه مدت زندگی داشته در زمین، پس انسان دیگه یک تعریفی داره دیگه یا نداره تعریف؟ انسانی که حرف بزنه، انسانی که بنویسه، انسان که انسان باشه. حالا به هر چیز اگر نامش انسانه،
باهوش باشه، ابزار داشته باشه. تو 400 هزار سال پیش میگه انسان بوده، ولی تاریخ انسان را 7000 هم نیست. این دیگه خودت قبول داری؟ حد اکثر که خیلی جلو برید 10000 سال میرید، بیشتر که نمیرید. گوش بدید. انتخاب طبیعی بود، اینکه این تکامل تدریجی ناشی از نیروهای طبیعت بوده. طبیعت تعریف کن. یعنی چی طبیعی؟ طبیعت چیه؟ خود طبیعت از کجا اومده؟ وجود خارق‌العاده‌ای روی اون تکامل نقش نداشته. درستی این نظریه هم ثابت شده. چجوری ثابت شده؟ تا آخر حرفش ببینید دوستان. مولد همون حرفی رو میزنه که متاسفانه باید بگیم که شیعه میزنن. یعنی میگه آقا این دلیل در هست، ولی یکی از قرآن نمیاره. بابا قرآن کتاب اصلیته. تو کی میگه کتاب من علمه؟ فقط تو از اول حرف تا حالا گفت ثابت شده. کو چجوری ثابت کردم؟ انتخاب طبیعی چجوری ثابت شده؟ من به شما در بخش اول که رد کردم که آقا میگه گروخر برای اینکه پلنگ نگیرش تون میدویده. خب پلنگ هم برای اینکه گروخر بگیره تون تر میدویده. آقا این مسابقه سرعت بوده دیگه. پس باید مثل المپیک هر سال رکورد میشکستن تا حالا. تو ما میدونیم از وقتی که بشر علم پیدا کرده سرعت مثال یوز پلنگ اگر مثلا 60 کیلومتر در ساعت بوده 60 کیلومتر در ساعت، هر سال زیادتر نمیشه. یا سرعت یوز پلنگ چی؟ با چه فایده داره که سرعت این زیاد بشه سرعت اونم زیاد بشه؟ باز من اینا رو کار ندارم. کجا ثابت شده؟ کدوم آزمایشگاه شما این حرفا رو ثابت کردید؟ همونطور که اول برنامه گفتم ملحد اسم خیال بافی رو علم گذاشته. و سلام، آخر حرفش هم بشنوید که نگه حرفان قطع کردی. یعنی خدا نیومده یک خرس قهوه‌ای اینجا خلق کنه و یک خرس سفید توی قطب شمال؟ نه، بلکه چند تا از خرس‌های قهوه‌ای به مناطق برفی شمال مهاجرت کردند. اونجا رفته رفته خرس‌هایی با رنگ‌های روشن‌تر بیشتر شانس زنده موندن داشتند، تا اینکه پس از نسل‌ها در اثر همین مسائل طبیعی گرسنگی و شکار و گریز و شانس زنده موندن بیشتر خرس‌های روشن، همکنون تنها نژاد سفید خرس در قطب شمال پیدا میشه. خب این یکی از دروغ هاست. خوبه که من به وقت جوانی به همین حیوانات علاقه داشتم، به دنیای حیوانات. مجلات زیادی هم توی مورد میخوندم. توی ایران بود دوتا با شکار طبیعت بود و چند مجله بود، حالا یادم رفت تو ایران، من همش میخوندم. و خبر دارم که تو شمال آمریکا، تو همون قطبا، خرس‌های گریزلی است. خیلی زیاد هم است. خرس‌های قهوه‌ای هم است. اصلا به نام قهوه‌ای خرس است. یعنی خرس قهوه‌ای سفید کرده. همین جلوی چشم ما داره دروغ میگه. برید خودتون ببینید که آیا خرس قهوه‌ای در اون طرف ها هست یا نیست در کانادا. نه، میگه از آفریقا سیاه بوده رفته اونجا سفید شده. دیگه هیچ حیوان سیاه تو شمال تو چی وجود نداره توی قطب شمال؟ یک چیزی از خودش میگه. برای همین هم شکل خودش رو نشون نمیده، چون اینا با این کارا پول میگیرن اتمن. گرنه کاش میومد و با ما مناظره میکرد. و رنگ های تیره تر از بین رفتند. این رو داروین انتخاب طبیعی نامید. داروین به دوستهای خودش گفته بود که شاید بله. ممنون تا فرمان دیگه حرفش بی خوده. و ما هم فکر میکنم که صحبت زیاد کردیم و انشالله تا برنامه دیگر که امیدوارم تو برنامه بتونم تلفن رو بگیرم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. الله حافظ و نگهدار شما. أشهد أن